و بدون از اینکه ما معاش داشته باشیم و کدام آید دیگی داشته باشیم، هر روز زندگی ما به می شکل یعنی سپری میشه که ما را بالکل از زندگی خسته ساختن. این رقم زندگی حتی یگانتش میگه ما بالکل از این زندگی کردن سیر شدیم، حتی میخوایم خود بکشم با اولادای خود یک جا. دقیقا ما واقعا ترس و ایراس از طالبان داریم و این ترس در وجود ما نهفته هست، به خاطر ازی که ما کس زیادتر قاچاقبرای مواد مخدره که دستگیر میشدن همشان این تحت حمایت طالبان کار میکردن و مقدار پول زیاد را به دست میاردن. یعنی خود مبارزه با مواد مخدر و مبارزه علیه تروریسم بود. خب 33,000 زندانی که امروز از زندانها رها گردیدن، زیادتر از اینا عضویت در گروه طالبان داشتن و در ضمن از اونا قاچاق مواد مخدر نیز میکردن و هر کدام از اینا در محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با مدت 30 سال، 27 سال، 26 سال و نهایتا 20 سال محکوم به زندان گردیده بودن و قبل از اکمال ازی که اونا حبس تکمیل کنن متاسفانه اونا از حبس رها گردن که تعدادشان در سر تا سر افغانستان به 33,000 زندانی میرسه. بله دقیقا روزی بود که اونا از آمدن از اونایی که دو روز یا سی روز سپری شده بود و اونا اعلان میکردن که باید سلاح دست شیطان باید تسلیم کنید. خب ما در منطقه که زندگی میکردم یک تعداد یک 4-5 جوان بود که اونا در قاچاق مواد مخدر دسترسی داشتن، اونا باعث ازی شدن که اونا باید راپور ما را بدن و بگوین که پیش ازی تفنگچه هم است. اونا آمدن و بر ما گفتن که شما باید تفنگچه تان تسلیم ما کنین. یعنی باور کو که ما تا دو هفته هم به حال نمی آمدم، دست پای می لرزید، لرزش داشت و می گفتم که اونا اگر ما را ببرن، یعنی فامیل می گفتن که ما هیچ وقت در محیط منطقه زندگی نخواد کردیم و ما شاید تمام از این فامیل خودکشی کنیم اگر تو را ببرن و ما یعنی پیشوی مردم نمیتونیم دیگه زندگی کنیم اگر اونا بگن که دختر زیر طالبا برد. و ما سلاح خدا به اونا تسلیم کردم و در مقابل شک سند از اونا عقص کردم تا در آینده کدام مشکل به ما ایجاد نشه، ولی ترس بیمزو هنوز هم در دل ما است و میگم هر زمانی که باشه کسانی که زندان ها رها گردن اونا هم با ما حسابی خواد کردن. دقیقا ما از همکارایم در تماس هستم و هر کدام از اینا در ایراس در ترس زندگی میکنن، حتی جای خود چنج کردن و اونا میگن که هر لحظه انتظار زیر داریم که ما توسط قاچاقبرای مواد مخدر و زیادتر از اینا که باز عضویت در گروه طالبان داشتن ما از اینا بسیار ترس ایراس داریم، یعنی آینده طفلای ما چی خواهد شد. و ما مانند رها کردن ما توسط جامعه جهانی عین رها کردن اشرف غنی از دولت بود. با اونا هیچ تفاوت نداره، اونها کشور رها کرده هم قسم رفتن، ما را جامعه جهانی به اسلامت رها کرده و رفتن از افغانستان. این مبانای عزیز که ما را پیش شیرها انداختن و دروازه قفس بسته کردن، گفتن بگی اینا را بخورین و همتر یک معنا میده.